Three. Here. Three. No, I'm not a writer. Okay. آریا که معنای آزاده، شریف و بزرگوار می دهد به قومی از نژاد آریایی گفته می شود که نیاکان مردمان سرزمین های ایران، بخشی از آسیای میانه، هندوستان و بخش هایی از اروپا هستند. آریاییان ایران حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح به شکل قبیله‌ای کوچک در دورترین نقطه شرقی فلات ایران و در مغرب فلات پامیر می زیستند که کم کم به خاطر تغییرات اقلیمی در نواحی خراسان، همدان، کردستان، آذربایجان و فارس پراکنده شدند و سلسله های پادشاهی پارت‌ها، مادها و هخامنشینان را به وجود آوردند. اسنادی از آریاییان را میتوان در اوستا، سنگ‌نوشته‌های هخامنشین و متن‌های کهن هندو مانند ریگ‌ودا دید. آنچه اقوام آریایی را در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح از تمام اقوام جهان باستان متمایز می‌سازد آن است که اینها برخلاف دیگر اقوام جهان هیچ گونه عقاید بت‌پرستانه‌ای نداشتند، بلکه خدایی را پرستش می‌کردند که نامش میترا بود. میترا نام ایزد اقوام آریایی بود که معنی پیمان و تعهد و سرسپردگی متقابل نیز می‌دهد. نمادهای آیین مهرپرستی عبارت است از صلیب، درخت کاج، ناقوس، گردونه مهر و خورشید. یکی از مراسم آیین مهرپرستی یا میترائیسم برای اینکه یک فرد سلک مهربان درآید درون آب رفتن بود. ابتدا فرد میبایست درون آب میرفت و هنگام بیرون آمدن میگفتن که حیات دوباره پیدا کرده است. سپس سوگند یاد میکرد. پدر یکی از مقامات اعلای مهری است که هدایای آسمانی را به پیروان تقدیم می‌کند. لباس سرخ از مشخصات اوست. این شخصیت در زمان میلاد میترا که امروزه به نام شب یلدا از آن یاد می‌شود، ظاهر می‌شده. در آخرین روز زندگی زمینی میترا او در ضیافتی شرکت می‌کند و خون گاو، گوشت او، نان و شراب می‌خورد که این ضیافت درون غاری انجام شد. بعد از ضیافت میترا سوار عرابه خورشید شده و به آسمان عروج می‌کند. میترا پرستان بر این باور بودند که میترا به آسمان بالا رفته است و همواره در انتظار بازگشت دوباره‌اش به زمین برای اصلاح بشر و نابودی شرارت‌ها و ناپاکی‌ها بودند. به درستی نمی‌شود گفت آیا میترا خدای آفریدگار بوده یا پیامبر. آنچه میتوان از خیشکاری او در باور پرستندگانش دریافت این است که او منجی یا رهایی بخش در میان مردم بوده و در زمان نبودنش نیز دوستدارانش باید برای بازگشتش به زمین بردبار می‌بودند. در باور پیروانش او نماد خورشید بود و در پایان زمان به زمین باز می‌گشت. خرداد و خورتاد و خور واژگانی وابسته به این خدا هستند. خورشید از دو واژه خور به معنای خدا و شید به معنای درخشنده و ماندگار آمیخته شده است. قداست اعداد در بیشتر ادیان کهن به چشم می‌خورد. در میترائیسم عدد 7 مقدس است. 7 طبقه زمین، 7 مقام، 7 سیاره و در معبد 7 تاخچه، 7 در و غیره. از کهن‌ترین آثاری که از پرستش میترا به دست آمده میتوان به لوحی به خط میخی متعلق به 15 قرن پیش از میلاد که شامل پیمان نامه‌ای بین هیتی‌ها و میتانی ها می باشد اشاره کرد که در آن به میترا سوگند یاد شده است. پس از آن قدیمه ترین آثار و کتیبه هایی که از ادیان ایرانیان باستان به دست آمده از آیین زرتشت شکایت دارد که به دوره داریوش بزرگ برمیگردد. از دوران داریوش بزرگ هخامنشین به بعد آیین زرتشت دین رسمی ایران شد. با این حال داریوش و جانشینانش قصد نداشتن شرایط سیاسی سختگیرانه ای ایجاد کنند تا باورهای قدیمی را که همچنان نزد بسیاری از نجیب‌زادگان محبوب بود از میان بردارند. بدین سان آیین زرتشت رفته رفته با عناصر آیین قدیم در هم آمیخت و یشتهایی در ستایش ایزدان کهن سروده شد. با توجه به اسناد موجود در کتیبه‌های هخامنشین در دوران کوروش میتوان نتیجه گرفت که کوروش پرستنده میترا بوده و این را در آثار به جا مانده از پاسارگاد که آرامگاه کوروش در آنجا قرار دارد هم میتوان یافت. میترا یا مهر در اوستا از آفریدگان اهورامزدا محسوب شده و ایزد محافظ عهد و پیمان است. ماه هفتم و روز 16 هر ماه و یشت دهم اوستا و جشن مهرگان مخصوص اوست.
پس از حمله اسکندر مقدونی و فتح سرزمین‌های امپراتوری ایران توسط او در حدود 330 سال پیش از میلاد، ساختار اجتماعی پیشین ایران از هم پاشید. بدین ترتیب پرستش میترا یا مهر توسط نجیب زادگان مناطق مختلف در سرزمین‌های غربی امپراتوری پیشین ایران باعث گسترش پرستش میترا به دیگر کشورها از جمله امپراتوری روم شد. پرستش میترا یا میترائیسم در طول سده‌های دوم و سوم پس از میلاد در تمام نواحی تحت فرمانروایی روم در سرزمین اصلی اروپا، شمال آفریقا و بریتانیا برپا بود. رومیان از این آیین با عنوان رازهای میترا یا رازهای پارسیان یاد می‌کردند. تیرداد اول شاه ارمنستان در هنگام تاجگذاری خیش به سال 57 پس از میلاد، نرون امپراتور روم را حکمران بزرگ خود اعلام نمود و آداب و تشریفات مهرپرستی را به نمایش گذاشت و اعلام نمود که میترا رابطه دوستانه ای را بین ارمنیان و رومیان مقتدر برقرار نموده است. میترائیسم در سده های سوم و چهارم میلادی به اوج خود رسید و به ویژه در میان سربازان رومی باورمندان بسیاری داشت. پس از گرایش کنستانتین، امپراتوری روم به آیین مسیحیت که در آن هنگام گسترش یافته بود و پس از پیروزی او در نبرد به سال 312 میلادی که طی آن همه کیش‌ها و آیین‌های غیر مسیحی ممنوع اعلام شد، آیین‌های مهرپرستی نیز در مغرب زمین از رواج افتاد. گرچه نمادها و پرستشگاه‌های آن در سراسر اروپا و مفاهیم آیین مسیحی و رفتارهای مسیحیان باقی مانده است. در اواخر قرن 19 میلادی، فرانس کومون، باستانشناس و واژه‌شناس مشهور بلژیکی، طی اکتشافات و تحقیقات بسیار موفق به کشف نقش و نگارها و کتیبه‌هایی در بناهای تاریخی گردید و با تکیه بر آنها شباهت‌های بسیار میترائیسم در غرب و آیین مزدیسنا در ایران باستان را در کتابش در اوایل صده 20 مطرح نمود و به پدر پژوهش میترائیسم شهرت یافت. پس از اکتشافات بسیار دیگر در سرزمین‌های متعلق به روم باستان، با استفاده از تکنیک‌های حفاری و بازسازی مدرن در قرن 20، فرانس کومون در سال 1954 روم، پایتخت روم باستان را به خاطر اکتشافات فراوان آثار میترایی، پایتخت دوم میترائیسم بعد از ایران نامید و انبوه این اکتشافات در اهمیت درک رابطه آیین میترائیسم و مسیحیت افزود. برخی از این شباهت‌ها بدینسان می‌باشد. تثلیث در هر دو آیین وجود دارد. مراسم تطهیر و غسل تعمید نیز در هر دو مذهب مشترک بوده. افزودن شمع در کلیساها، نواختن ناقوس، وجود حوضچه آب مقدس در ورودی کلیساها و سرود دست جمعی به همراه نواختن موسیقی از شباهت‌های مراسم میترائیسم و مسیحیت هستند. مراسم شام وحدت و خوردن نان و شراب در میترائیسم با مراسم شام آخر و صرف نان و شراب در مسیحیت مشترک است. 12 مقام میترایی و 12 فلک یاور میترا به حواریون عیسی شباهت دارند. روز یک شنبه به نام روز خورشید، چنان که از نام آن پیداست، روز ویژه مهرپرستان بود که در مسیحیت نیز به همین شکل است. مسیح و میترا هر دو در رستاخیز ظهور نموده و اعمال انسانها را داوری میکنند. اعتقاد به روح، جاودانگی و قیامت از موارد مشترک بوده. همانگونه که میترا میانجی میان خداوند و بشر است، عیسی نیز واسط خدا و انسان است. مقام هفتم از آیین میترا مقام پدر پدران است که به مسیحیت راه یافته و کشیشان پدران مقدس و پاپ پدر پدران نام گرفته است. میترا در برج حمل بره به دوش دارد و عیسی نیز بره‌ای در آغوشش گرفته است. سرانجام روز تولد مهر یا خورشید شکست ناپذیر، همان روز انقلاب به زمستانی در روم 22 دسامبر بود که در سده 4 میلادی روز میلاد مسیح تعیین شده بود. جوزف ارنست رونان متخصص فرانسوی، فیلسوف، مورخ و نویسنده است. ارنست رونان در سال 1882 میلادی کتابی را به نگارش درآورد تحت عنوان مبدأ مسیحیت. او در این کتاب عنوان داشت: اگر واقعی مهلکی سد راه پیشرفت مسیحیت می‌گردید، دنیا میترایی می‌بود. در کتاب آمده است که سالها پیش از آنکه عیسی خود را مسیح خداوند معرفی کند، یحیی در رود اردن مردم را غسل تعمید می‌داد. و خود عیسی نیز ابتدا توسط یحیی غسل تعمید دید و سپس مسیح بودنش را اعلام کرد.
برگرفته از تاریخ، ایرانیان تا زمان ساسانیان یعنی حدود 650 بعد از میلاد مسیح همچنان زرتشتی و بعضاً مسیحی بودند، تا اینکه سپاه اسلام در زمان خلیفه دوم به امپراتوری ساسانی حمله کرد. بعد از حمله اعراب به ایران و تصرف ایران، کسانی که مسلمان نبودند مجبور به پرداخت مالیات سنگین شدند و از طرفی کسانی که به اسلام روی می آوردند از مالیات معاف می شدند. این امر باعث شد ایرانیان به تدریج در مدت زمان طولانی تمام ایران به اسلام گرویدند و بدین سان رفته رفته کهن‌ترین یکتاپرستی به دست فراموشی سپرده شد. اما در ویدیوی قبلی با عنوان سرگذشت قومی که کوروش منجیش شد دیدیم که کوروش در استوانه آزادی چند بار نام مردوک خدای بابل را آورد و او را مورد ستایش و احترام قرار داد. همچنین دیدیم که در تورات خدای بنی اسرائیل کوروش را منجی و برگزیده خطاب کرد و این ارتباطات شاید بی ربط با همدیگر نباشند. مردوک دودمانی به همراه دارد که به سومریان باز می‌گردد. همسر مردوک الهه سرپانیس بود و پدر و مادرش انکی و دامکینا و وارث آنو شناخته شده بود. آنو شخصیت الهی آسمان و اجداد تمام خدایان در دین بین‌النهرین باستان است. او با قطب شمال کلاسیک مرکزی در صورت فلکی دراکو شناسایی شده است. نخستین دودمان پادشاهان بابل همگی نامشان مردوک بوده است که این نام را از خدای باستانی خود یعنی مردوک گرفتند. برای مثال مردوک بلاسو اخبی جانشین مردوک زاکیشرومی پادشاه بابل از پادشاهان سلسله نهم بوده است و از حدود 819 تا 813 پیش از میلاد بر بابل حکومت کرده است. این امر همچنان ادامه داشت تا اینکه حکومت به دوران بخت و نصر میرسد. بختورنصر که ستمکارترین و خونخوارترین پادشاهان دنیا به شمار می آمد، پرستش مردوک خدای باستان بابل را همچون پدرش ممنوع کرده و مردم را به بت پرستی وادار کرده بود، تا اینکه کوروش وقتی که بابل را آزاد کرد گفت که همه در پرستش خدای خود آزاد هستند. برای آشنایی بیشتر با خدای باستانی سومریان، ویدیوی ما را با عنوان حقیقت خلقت انسان در کتیبه‌های سومریان را تماشا کنید. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.